به نام خداوند بخشاینده و مهربان از الله متعال می خواهیم که ما را از شب قدر بهره‌مند سازد و از خوبی ها و پاداش آن محروم نگرداند. در حدیث شریف آمده است که رسول الله صلی الله علیه و سلام در دهه اخیر روزه ماه مبارک رمضان کمرش را می بست، شب زنده‌داری می نمود، اعضای فامیلش را برای عبادت بیدار می نمود و از همسران خود دوری می نمود. سلام، عرض ادب دارم به همه بینندگان محترم برنامه رمضان ماه تغییر. امیدوار هستم در هر جای دنیا هستید خوش و خرم و سرحال باشید. مهمان برنامه ما جناب استاد محترم صبغت الله وثیق ما هستند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته جناب استاد محترم، خوش آمدید به برنامه. و علیکم السلام و رحمت الله. من هم سلام خود را خدمت شما و خدمت همه بینندگان محترم شما تقدیم میکنم. تشکر استاد محترم. استاد، موضوع برنامه ما هست شب قدر. میشه به من بگین که قدر چی معنا و مفهوم داره؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلاما هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبي. الحديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. در ارتباط به سوالی که شما مطرح کردین که قدر چی مفهوم داره، قدر سه معنا را افاده میکنه. یکی قدر به معنای احترام، به معنای احترام، یعنی شب قدر عبارت از شبی است که احترامی از این شب بالای همه مؤمنان و مسلمان ها لازمی است، چون در این شب میهمان های پروردگار در زمین سرازیر میشن، بناهن از این میهمان ها باید پذیرایی درست شود. یعنی معنای قدر به معنای از تقدیر، از تکریم، از احترام گرفته شده. شبی که نهایت معزز است، شبی که نهایت قابل احترام است. معنای دوم شب قدر به معنای تقدیر گرفته شده. در این شب در هر سال در شب قدر اندازه این که چقدر مخلوقی و چقدر انسانها به دنیا می آیند و چقدر انسانها از دنیا می روند، چه رزق روزی به مردم تقسیمات می شه، در این شب قدر هر ساله تنظیم می شه و اندازه گیری می شه. سوم شب قدر به معنای از قدر به معنای ذقیت، یعنی این شب شبی است که زمین با وجود این قدر فراخی وسعتش ملائک الله متعال مهمانای پروردگار در این شب سرازیر میشه که این زمین با این فراخیش تنگی میکنه، حتی یک بلسجا در زمین باقی نمیمونه مگر اینکه اونجا ملائک است. یعنی عدد ملائک آنقدر زیاد بوده که در یک شب پایین میشن، این زمین را با این وسعت و فراخیش جایی باقی نمیمونه. پس قدر بنا به سه مفهوم آمده، به معنای احترام، به معنای اندازه، به معنای ذقیت که ملائک در این شب پایین میشه و این زمین با وجود وسعت و فراخیش حتی یکی جایی باقی نمیمونه. تشکر استاد محترم. استاد، میشه به ما بگوین که عبادت در شب قدر چی فضیلت های دارد نسبت به شب های دیگه؟ امون طوره که ما سوره مبارکه قدر را خدمتان تلاوت کردم که الله متعال میفرماید این انزلناه فی لیلت القدر، یعنی ما قرآن کریم را در شب قدر نازل کردیم. یکی از فضایل این شب این هست که قرآن کریم قانون سرنوشت ساز، رهبری بشریت در این شب از آسمان نازل شده. یعنی نزول قرآن کریم در شب قدر است، یعنی شبی که این شب قدر که این قدر با عظمت است و این قدر بزرگی را به خود گرفته، چون در این شب قرآن کریم نازل شده. فضیلت دوم این شب قدر ای است که تنزل الملائکه و الروح، در این شب ملائک و خصوصا جبرائیل علیه السلام پایین میشه. جبرائیل ملائکی هست که بعد از اینکه پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم وفات شدن، ارتباطشون از زمین قطع شده، رفت آمدشون به زمین قطع شد، اما در شبهای قدر این جناب پایین میشن با جمعی از ملائک. تنزل ملائکت و رو، در این شب ملائک پایین میشه و همچنان جبرائیل علیه السلام. دیگر فضایل این شبی هست که سلامون هی حتی مطلع الفجر،
در این شب سلامتی هست تا ای که فجر طلوع میکنه. شب نهایت آرامه، شب نهایت یک شب آرامی هست. و هم فضیلت دیگه این شب ایست که پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم میفرماید من قام لیلت القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کسی که شب قدر قیام لیل بکنه، دعا بکنه، عبادت بکنه و قرآن کریم، هر نوع عبادت، هر اعمال صالحی که در شب انجام بده، بناهن ای البته در نزد الله سبحانه و تعالی از فضایل بسیار البته بزرگی بر خود داره است. من یک نکته را در سوره مبارکه فراموش کردم که خدمتتون عرض بکنم. تا این شب میگه که ان انزلناه فی لیلت القدر، لیلت القدر خیر من الف شهر. یعنی این شب قدر، ان انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر. ما قرآن کریم را شب قدر نازل کردیم و ما ادراک ما لیلت القدر. ای پیغمبر، تو چی میدونی که شب قدر چی است؟ یعنی منزلتی از این شب را بجز از الله متعال کسی نمیفهمه. جایگاهی که از این شب داره، قدر و به حساب احترامی که شب داره، عظمت و بزرگی از این الله متعال. و ما ادراک ما لیلت القدر، چی میدونی پیغمبر شب قدر چی است؟ لیلت القدر خیر من الف شهر. شب قدر، عبادت در شب قدر، اعمال نیک انجام دادن در شب قدر، این بهتر است از هزارها ما، بهتر است از یک هزار ما. این یک هزار ما برای تهدید نیست، بلکه برای تاکید است. یعنی از هزار ما که به حساب یک هزار ماه ما 83 سال و 4 ماه میشه. بنابراین عبادتی از این شب، فضیلتی از این شب، یک کسی که در شب اعمال نیک را انجام می دهد، گویایی که 83 سال و 4 ماه را عبادت الله متعال را انجام داده باشه. باز هم این گفتیم این برای تهدید نیست که، بلکه از این کرده بیشتر، خیرم بهتر است از هزار ماه. یعنی اینجا هزار ماه که ذکر شده برای تهدید نیست، برای محدود ساختن نیست، بلکه برای تاکید است. یعنی از این کرده البته بیشتر است. یعنی ما میتونیم بگیم که از میلیون ها سال کرده عبادت این شب، از میلیون ها سال کرده نزد الله متعال افضل و بهتر است. بنابراین این سوره قدر فضیلتی از این شب را بیان کرده و حدیثی را هم که خدمتون عرض کرده. تشکر استاد محترم. استاد میشه با ما بگین که شب قدر کدام شب است؟ یعنی کدام شب ما تعیین کردیم که شب قدر است؟ در ارتباط تعیین شب قدر، حدیثی که یعنی تو مشخص شبه باید در این شب باشه، تو حدیث نداریم. احادیث داریم که مثلا در شب 21، 23، 25، 27، خصوصا 29، یعنی حدیثی که محدود ساخته باشه در این شب شب قدر است، او تو حدیث نداریم. اما علما و همه به این تاکید کردن که اما شب قدر در دهم اخیر است، چون همون طوری که حدیث شما خودتون در ابتدای برنامه خوندین که وقتی که ده ماه مبارک رمضان فرا می رسید، پیغمبر گرامی اسلام کمر خود را می بست برای عبادت. ایتونه که پیغمبر صلی الله علیه و آله در ده اخیر کمر خود را می بست، همیشه کمر پیغمبر صلی الله علیه و آله برای عبادت پروردگار بسته بود. اما ده شب بیشتر که مثلا ده اخیر که فرا می رسید، کمر خود را می بست و شب خود را مکمل زنده داری می کرد، فامیل خود را بیدار می کرد و همچنان از خانمای خود دوری اختیار می کرد. بنا به این حدیث، یعنی شب قدر در ده اخیر است. اما در کدام شب است اختلاف وجود داره که 21 یا 23 یا 25 یا 27، اما آنچه که زیادتر بیشتر تاکید شده در شب 21 و 27 است. شب 21 و 27 یعنی تلاش شده. اما یک چیز دیگه را باید خدمتتون عرض بکنم که یک شب از این درست مشخص نشده، ممکن که در یک حکمتی باشه. شاید که یک کسی در 11 ماه دیگر هیچ عبادت نمیکرد، فقط همین شب قدر که میشد همینجا عبادت میکرد. میگفت والا من اینه 83 سال و 4 ماه عبادت کردم، دیگر همه اوقات دیگر عبادت ترک میکرد. یا ممکن به این که مثلا یک کسی در همین شب قدر میدانست و علایم و به حساب از اون مشخص بود که در این شب، در این حساب شب 21 و 27 شب قدر است، یک عمل غیری به حساب اخلاقی را، یک عملی به حساب غیر انسانی را انجام میداد که بالاخره این خودش بسیار گناهی عظیم بود. که شب قدر را بدانی، بفهمی که شب قدر است، در این عبادت به اندازه یک هزار ماه به حساب فضیلت داره، بازم یک کسی در این شب گناهی به حساب کبیره مرتکب میشد، گناهی عظیم بسیار عظیم و بزرگ بود. از این خاطر یعنی این شب مخفی نگه داشته شد که یا شب 21 است یا 23 یا 25 یا 27 این مشخص نشد. تشکر استاد محترم. استاد علایم و نشانه های شب قدر چی است؟
یکی علایم و نشانه هایی که افسانه هایی است که مردم ذکر میکنن، متاسفانه مثلا شما بارها شاید شنیده باشین که مردم میگن که شب قدر، وقتی که شب قدر کسی درک بکنه، پیدا بکنه، دستش در هر چیز که بخوره او طلا میگرده. از همین خاطر ما شما یک افسانه را شنیدیم که کسی شب قدر را پیدا کرده، یک خانم با شوهر خود را بیدار کرده، یک بار دستش به شوهرش خورده که شوهرش طلا شده، دیگه ویران مونده که الان چی تو کنم، آیا من هیچ شوهرم راضی زندگی بکنم یا اینکه طلا شده را بفروشم. این قصه ها و داستان ها. یا مثلا بعضی مردم به عقیده و باور هستن که شب قدر که از شیر از آسمان میباره، که یه پرسان شو کسی که این شب را در کرده آیا از اون شیر خورده که شیرین بود، ترش بود، تیز بود، چی قسم بود. این قصه هایی است. یا مثلا بعضی کسا ما شب قدر را دیدیم که والا یک گوسفند خود را در یک درخت بسته کرده بودیم، قسمتی از شب دیدیم که این درخت هم تو سرچپه گشته و گوسفند را در آسمان بالا کرده، یعنی این شب به حساب تعذیب حیوانات. یعنی این چیزهای افسانه و به حساب غلط است. آنچه که در احادیث آمده سه علایم نشانه داره. یک علایم نشانه شی است که آیت قرآن کریم به اشاره میگه سلام هیه، اون شب شب سلامتی است. شب قدر یک شب نهایت آرام است، کلا آرام است. حتی انسان دلش میشه که می از خانه بیرون شود، می کوچه برای هیچ ترس و ایراسی هم نداره. دوم علایم نشانه شی است که اون شب که فردایش آفتاب طلوع میکنه، آفتاب طلوع میکنه تا ساعت های 10-11 بجه آفتاب نورش تیره است، کم است، در حالی که آسمان ابری نیست مگر نورش کم است. و سیوم علایم نشانه شی است که اون شب یک باران خفیف میباره. این باران خفیف در کجا شما میفهمین؟ جایی که سبزه باشه، جایی درخت باشه، وقتی که شما دست بکنین تریر احساس میکنین. این سه علایم نشانه است که در شب قدر وجود داره. دیگر علایم نشانه هایی که مردم ذکر میکنه اساسی نداره. تشکر استاد محترم. استاد یک سوال دیگه در رابطه میستم که اگر شخص نیت کنه که من شب قدر به عبادت خداوند جل جلاله تیر میکنم، بعد از او که شب قدر شد باید درست از این شب قدر نه دیگهش باز او کنم گناه برش میشه؟ اولی که بسیار سوال خوبی را مطرح کردین. اولی که انسان اگر شب قدر با این علایم نشانه شده درک کرد، کرد نکرد گپی نیست، هدفی است که انسان نیتش است که من عبادت بکنم. اگر بهتری است که طریقه شرعی هم است که همین ده اخیر مکمل شبی ازیره، اگر مکمل نمیشه همین قسمت اخیر مثلا ساعت 2 بجه بیدار شویم، همین نیت بکنیم که همین ده شب اخیر ما این برک رمضان را ما شب زنده داری میکنم. اگر مکمل شب نشد خو یک 2 ساعت، 1 ساعت، یعنی ممکن شما اگر در ده رمضان، چون علما به می است که یک شب اگر در 21 بیا شب سال دیگه در 23 میه، سال دیگه در 25 میه، سال دیگه در 27 میه، سال دیگه 29 میه، همین طور که به حساب رمضان گردش میکنه این شب قدر هم چی میکنه؟ گردش میکنه. از همین خاطری است که نیت بکنه انسان، همون طوری که شما سوال مطرح کردید، نیت بکنه که امید ده اخیر را من شب زنده داری میکنم. این نیت بکنه، این برای از این مهم نیست که هر شبی که به حساب اگر شب قدر بود او برای از او حساب میشه، اگر چه خودش نفهمه. یعنی کوشش نکنه که به حساب علایم نشونه از این رفت، در تلاش علایم نشونه از این نباشه، در تلاش عبادت از این شب باشه، نیتش به حساب خالص به خاطر از این باشه، ولو که 21 بود 23 بود او فرق نمیکنه، عبادت بکنه الله قبول میکنه. نیتش کنه در هر شب رمضان که یعنی 21 بود 23 بود معلوم نباشم، عبادت کنه بازو به شب قدر، شب قدر دریافته و ثواب از الله برش نصیب میگرده. تشکر استاد محترم از حضورتان در این برنامه. بیندگان محترم این بود برنامه ما، تقدیمتان شد تا برنامه بعد. الله نگهدار. السلام علیکم و رحمت الله برکاته.